تا اولی که بهت گفتم مهدی پسر من پادکست شروع کرد، یادت کی بود که بهت گفتم من یه چیز درست کنم، پادکست برو گوش کن، موزیک میخوام. آره، سال 1300 دو سال و نیم پیشه بابا جان. 1399 برای اولین بار من به طور خیلی جدی نشستم و پادکست هایی که خارج از اون دنسا فکر نمی کردم بشینم این چیز رو گوش بکنم. ببین حالا پادکست پسرت بخواد این کارهای تو رو مشابهش و حالا یه جورایی انجام بده، آیا بهش پر پرواز میدی؟ 100%. صادقانه بهم بگو، یا من اینکه اصلا احوالشو معتقدم میچی؟ که من نمیتونم به پسرم بگم منو نگاه کن، از تجربه های من استفاده کن. اصلا این جمله یکی از بزرگترین اشتباهات والدین ما بوده. ما باید بذاریم برن هر جایی لازم دارن که بهشون کمک کنیم، بریم دستشون رو بگیریم. این کتاب بهت میاد. چقدر عینک شما خوشگله خانم، تولدتون خوش گذشت؟ تولدم خوب بود، جای شما خیر خالی بود. من فریم عینک چقدر خوشگله سلماس نایده بودی؟ نه نایده بودم دیگه. چه کنید این مایی بود عینک. ببینم تولد رو دوتوری که میخواست شد؟ تولدم خوب بود. آره سه چهار تا گفتم به دیگه، دو سه تا کاپل میان اومدن، معاشرت کردیم، گفتیم، خندیدیم. تو به اون آقای نمیتونی بگی نخونه نه؟ اوکی. ما برنامه هم... آره برنامه هم بخوایی شروع کنیم. آره بابا ولش کن. ببینم چیز خوب بود، خیلی خوش گذشت، آرامش بود. بعد دوباره یه شب دیگه یکی از دوستان اومد اینجا، گفت بیا با هم بریم بیرون بشینیم معاشرت کنیم. بعد بهت بگم همجوری خیلی در آرامش گذشت، میدونی؟ یعنی مثلا اونجوری که فکر کنی یه اتفاق بزرگ عجیب. برای دوستات میخونی؟ خیلی وقت نخوندم. دروغ میگی. چطور دوستات نمیدونن تو میخونی؟ نمیدونن که میخوندی اصلا این مدت؟ فکر نمیکنم. نه من به کسی چیز نگفتم. قدیمی ها میدونن که کاری به کارم هم ندارن. عجب، باورم نمیشه. آره یادت میمدم پیش دوتایی با هم یادمه. چیه اون ترانه چیزو میخوندی؟ تک درختی. نه یکی دیگه بود که میگفتی اکنون. آره چه شده که از من تو کناره گرفتیت هست؟ آره یه ذره صحبت کنیم از اونی که از ما از کی هم دیگه میشناسیم. ما از طریق فرهناز با هم آشنا شدیم، یه دوست مشترک داشتیم. یه دفعه اون رو برداشت آورد توی یکی از دو مهمونی های گروهی ما. نه عزیزم، نه بله. یک روز فرهناز ما تو خونه تمرین داشتیم، شما رو آورد خونه با سنتورت اومد. نه بابا اون خیلی بعد از اون بود. نه به خود اولین بار من اونجا تو شما تو خونه خودمون بودم. من با سنتورم اومدم. بعد چی شد؟ آره اومدی که فرناز گفتش که دوست منم سنتور میزنه. گفتم با شما سنتورم زدم زیر بغلم برداشتم و بردم خونه تو. غریبه. آره اینطوری بود اولین برخوردمون و اتفاقا با سنتورت کوک هم کردیم و یه چیزایی هم زدی. مطبع ببین این اولین بار و آخرین بار بود که ما تو رو با سنتور دیدیم. نمیدونم من بعد رفتم با استاد سنتورم کنسرت هم باهاش رفتم. چرا بس دیگه هیچ وقت پیش شما نزدم؟ هیچ وقت دیگه پیش شما نزدم. برای اینکه شما خیلی پرو بودین، همه پروفشنال بچه ها، همه چه گیتار چه سازای تو که خودت خب دیگه استاد دیگه تابلو بودی. ولی فکر میکنم میدونید شاید خوشت نیومد دیگه. جلسه اول که اومدی خونمون دربند، ما با بچه‌ها همه سنتورت هم گذاشته بودی تو چمدون خوشگلی هم داشت. فکر می‌کنم نمی‌دونم با همون آوردمش کانادا. راست میگی. ببین یه جعبه چوبی داشت. من سنتورم عوض کردم. من سنتورم واسه سنتور بهتر گرفتم. خیلی بهتر. امضا شده. خود خانم افتاده برام پیدا کردن. بعد اونو دادم رفت یه سنتور بهتر گرفتم، اونم با خودم ارزش آوردم کانادا. عجب. ببین برای ما انقدر جالب بود چون من یادم اون سنتورت، نمیدونم شاید اون سنتور دون خریده بود برات. نه با هیچ کس اصلا، سنتور خودم از خودم خریدم. فکر کنم تو سنتور عوض شدم رو دیده بودی، تو پروه رو دیده بودی.
خب یه جعبه چوبی داشت، جعبهش این مثل اینا جعبه روش چرم مصنوعی نبود، یه جعبه چوبی داشت. و ببین انقدر مسلط اومدی نشستی و این سنتور آوردی و پنج نمیدونم زیرش هم یه چیزی گوشه ولی شروع کردم به زدن. شما گفتید اصلا اصلا اتفاقا لذت بردیم. ببین برای اینکه تنها برای ما یه فرصت خیلی قشنگی بود، چون اولین نوازنده‌ای بودی که نوازنده خانم تو گروه ما بودی. مهدی این پست آخری که گذاشتم برای تولد 50 سالگی که برای اولین بار با جسارت سنم هم اعلام کردم، خیلی به این فکر کردم که من چه کارایی تو زندگیم کردم، به خصوص بعد از طلاقم و بعد از تمام اون حجمه اون همه عذابایی که بهم اومده بود. و دیدم خب یکیش همین آواز بود که چقدر انرژی های منفی من خالی کرد، سنتور بود، میدونی چقدر سفر رفتم بعدش، چقدر من سفر رفتم. قبلش که ما تو ایران رو خیلی گشته بودیم، ولی من بعدش خارج از ایرانم تا جای ممکن کار میکردم که برم کلاس روانشناسی با برم سفر. با دو تا تو چرا داری نوت برمیداری؟ خطرناک. خب نه برام جالب آخه. خب بگو. بعد این دوتا کار دیگه، من پول میدرمی آوردم که برم کلاس روانشناسی، پولای کلاس روانشناسی که میرفتم برم رو خودم کار میکردم، چی توسعه فردی و برم سفر، دلار جمع میکردم برم سفر. بعد هیچ وقت من اینجوری نبودم بگم حالا هر وقت خواستم برم سفر دلار بخرم. من حقوقم که در میمد یه پورشن کوچیکشو یه نیم سکه رو به سکه میگرفتم، بقیه‌شم دلار میکردم در حد بخور نمیر تا آخر ماه نگه هم داشتم. بعد هی دوستان به من گفتن بریم رستوران، گفتم پول ندارم. این پیر زنهایی که زیر بالشش داره پول جمع میکنه، اصلا یعنی واقعا در حد بخور نمیری که غذا بپزم بخورم پول نگرم داشتم و بقیه‌ش همش میرفت اینا. جمعی قصه چی بود بگو؟ ببین از اینجا شروع شد که من یه نموداری درست کرده بودم. یه خود یه عقب‌تر. یه روز من میمدم پیش تو به ما یه قهوه میدادی، یاد مهدی بخیر. میمدی آوازم تمرین میکردی. آره. آره. ببخشید. خب آره. با تشکر از جهان هستی که بالاخره دوستمون تموم شد. ببین چیز اینجوری بود که من میمیدم پیش تو با هم آواز من میخوندم، شما میزدی و ما تمرین میکردم، ما معاشرت میکردیم، خودمونم نزدیک بود، یادش بخیر واقعا. دممون گرم که اون روزا واقعا خاطره ها رو خدا رو شکر ساختیم. بعد یه دفعه که من داشتم تو طول روز اومده بودم داشتم با تو صحبت میکردم، یه دفعه صحبت این شد که یه چیزی به نام یورو داره میاد. آفرین. یورو هنوز اینطوری نیومده. اصطلاح انگلیسیش چیه؟ کمکم کن، چون همیشه من از تو انگلیسی یاد میگرفتم. ریلیز نشده بود، منتشر نشده بود. ببین بعد اینا وقتی که یورو رو داشتن می آوردن به پول ما میشد 300 تومان یا 400 تومان، خیلی کم بود، از دلار ارزان‌تر بود، اصلا یه چیز بی ربطی بود. بعد من به تو گفتم مهدی بیا با هم بریم، با هم نشستیم فکر کردیم بریم یه مقدار پولمون رو جمع کنیم بریم یورو بخریم. خب من گفتم من این شد 1000 تومن میفروشم، من حالیم نیست. خب الان اصلا داریم راجع به دوران باستان صحبت میکنیم، چرا توی به پادکست نداره ولی خیلی عرضت من. بعد رفتیم چیز یادت کیف کمریا رو بستیم، اینو یادمه. آره مترو شدیم و خیلی هم چیز که چون پول نقد داشتیم، کارت زندگی دقیقاً کارت بانکی هم نداشتیم. بعد این دو تا ابله تابلو، این تابلو بود، ما پول نقد خودمون داریم. رفتیم بود اونجا توی صرافی کجا بود اونجا؟ دوسی فردوسی. فردوسی آفرین دیگه. ببین دل و روده دوستای عزیز تو دهن ما بود. بعدش من یه نمودار درست کردم به دیوار که هر روز نرخ خرید و فروش رو از نرخ اون موقع تلفنی از بانک مرکزی باید میگرفتیم نرخ، اینترنت که اینطوری نبود که بتونیم نرخ بگیریم. آره هر روز صبح اول صبح من از بانک مرکزی تلفنی نرخ میپرسیدم، اونجا میزن تو از میرسیدی محل کارت شرکت من از محل کارم میرسیدم میپریدم ترک دوچرخه میبادم پیش تو
اونجا نگاه میکردیم جشن فقط میبینیم نرخ چیه. نه میدونم اصلا میشد خودم هم چک کنم ولی لذتش این بود که دوتایی با هم ترک این نموداره رو داشتیم. توماس بذار این سب کن یه چیز یادم افتاد این وسط بذارید بگم. این وسط تو یه ناپریزی کردی، یه دونه گوشی سامسونگ A100 خریدی. اینه که وسط باز میشه. باز میشد توی آره. تبلیغش تو روزنامه همشهری اومده بود که وزنش 98 گرمه، یعنی 100 گرم هم نیست. ببین تو دقیقا برده بودی تو لابراتوار تو وزن کردی. به من زنگ زدی گفتی ببین دقیقا 100 هم نیست، 98 گرمه. یادش بخیر، یادش بخیر. خب آره خب بعد ببین بعد من میمدم خب. اونو چک میکردیم. من از اول گفتم من حالیم نیست، این باید بشه 1000 تومن من بفروشم. بفروشه چقدر بود؟ من یادم نیست چقدر پول تو پول گرفت. 5000 تومن یادم، 50000 تومن اصلا یادم نیست چقدر بود. بعد تو اون وسط چون مثلا کار بیزینس خودتو داشتی و جنس بعد خرید و فروش میگه 3-4 بار اون وسط رو فروختی خریدی فروخت خریدی، من همینجوری به یک نوار با هم اونها مهاجرت کردی اومدی ایران، اومدی کانادا. اون که بعد از اون 1000 تا کار دیگه کردم. فکر کنم ماشینمو فروختم باهاش پراید خریدم، رنو رو کردم پراید بعدش با ما و تفاوتمون. نه پراید داشتم، یه کاری کردم با پوله، یادم نیست سفر رفتم یه کاری کردم. ولی چرا بذار بگم کجا چیکار کردی. برای اولین بار رفتی ترکیه خونه عمت. دمنگرم بعد تعریف کردی که چیز کردم دو یادمه مثلا 998 هم نه گفتم 1000 میشه من اینو میفروشم دیگه بس دیگه، ولی میدونستم میره بالا ولی اون تصمیمو گرفته بودم. یه روزی من آشپز خونم زیر همکف بود، اون خونه هنوزم هست، روی کانتر آشپزخونهش نشسته بودم و پشت من پنجره بود که خیابون بود و یه دوست دختر قدیمی داشتم اینا رو خواستی در بیارم بعدم. بعد از سالها از سوئد اومده بود، بعد اونم اون برای میز کانتر نشسته بود و داشتیم دل میگه همینطوری خاطره بود که اون وسط داشتیم، یعنی ببین یعنی خاطرات خواطرمون همینطوری این آتش فشان قلیان میکرد و میگفتیم و فلان. یه لحظه سکوت شد و پشت تو حیا تو خیابون طبق معمول یه گفت پسیان اون داری که صدا میکنی سلواز، من آنچنان پرد شدم کلم خورد به سقف خونم سقفش کوتاه بود مثل توپ بسکت. انقدر فوش دادی به هم فوش خانم، مثل توپ بسکت بین میز این صف چیز کانتر آشپزخونه و سقف بالا پایین میرفتم، کلم میخورد به سقف میخوردم پایین دوباره کلم میخورد، بعد آخر سر پخ شدم وسط آشپزخونه زمین و زمان. این همه ترس برای چی؟ مگه چی کار داری میکنی؟ این همه ترس چرا بیت به کجا چنین شتابان؟ میدونی چون خیلی جالبه، من با اون دوست دخترم خب همهش میرفتیم با هم بیرون، خیلی لاوی داوی داشتیم، خیلی دیگه 15 سالم بود باش دوست بودم. آره بعد همیشه نگران بودیم. آره نگران بودیم اصلا ببین ناخودآگاه اومده بود بازم احساس میکردم باید نگران باشم. آره بابا دفعه اولی که همدیگر رو دیدیم خونه تو بود، من با صندوق آره. اومدم. نمیدونم شما چه جوری زدید تو ذوقم جماعت پسرا که من دیگه با صندوق نمیدونم. ولی عوضش شروع کردی خوندن رو با چی شروع کردی خوانندگی رو؟ اسم خیلی معروف بود اون خانم. خانم پری زنگنه دیگه. نه عزیزم. نه. یه کسی بود که باهات ترانه شب‌های تهران کار کرده بود که مال خودش بود. یادت از شب‌های تهران رو؟ آره سب کن ببینم اسم اون خانمه چی بود؟ من خب پری زنگنه هم رفتم پیشش. اسم اون خانمه چی بود؟ تو بلدی؟ ببین... من فکر میکنم ترانهشو میدونم، شبهای تهران. خب کی بود؟ یادم رفت. خیلی معروف بود. آره خلاصه ولی پریزنگنه هم رفتم و خوب بود. یه دورهی خیلی به هم کمک کرد که از توی تمام اون دردا و رنجا خودم رو بکشم بیرون.
غرق نشن. ببین خیلی ها میگن چه مثلا وای مثلا تو این چیزا چجوری افسرده نشدی؟ خب میدونید سلماز، تو به طرز عجیبی الان اسمشو نمیدونم میذارن بیش فعال، ولی همیشه در حال یک کار جدیدی بودی، همیشه در حال یک انجام یک کار جدید و همیشه در حال یادگیری بودی. این خیلی بد و من اینو مطمئنم که چیزیه که حتی من در پدرت دیدم و واقعا همیشه بعضی که تو مهاجرت کردی رفتی، خب تو تا وقتی که بودی من با تو موسیقی کار میکردم، تو با من زبان کار میکردی، واسه بی حساب بودیم با هم، تلاشمونو کردیم دوتایی. ولی پدرت اصلا حیرت آور بود، پدرت 65-6 سالش بود و یهویی تصمیم گرفته بود که تنبور شروع کنه به نواختن. آره بالاخره بابا زدن با تو تنبور رو میزد. ببین یعنی سر ساعت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر دوشنبه ها بعد میومدن پنج دم در خونه تو آماده مرتب، اصلا با یک حرارت و عشقی. آره به خدا ببین واقعا اصلا برای من عجیب بود، یعنی جوری تمرین میکرد که انگار مثلا 20 روز دیگه باید کنسرت بده. آره خیلی برای من چند یادش بخیر. چقدر خوب بوده که بابام این کار کردن. پس آره عجیب بود و من مطمئنم این رو از تو داره، یعنی تو این آره این وجود داره. البته بگم من همیشه اینو میگم، ببین هر خصوصیتی چه نظم هر چیزی که میتونی بگی مثبت و پروداکتیو و مفیده در حق ما، اگه تمرینش نکنی از بین میره. یعنی باید با تمرین میتونی نگرش داری، کما اینکه تو خیلی درون مایش باید باشه. نه من خیلی جاها، من یه بازه از زندگیم پسیان خیلی چیزا رو وا دادم چون خسته شده بودم از دیسیپلین و بعد انتخاب کردم که کدوما رو میخوام همچنان زندگی کنم و تو زندگیم داشته باشم. ببین بذار یه چیز بگم، سب کن. از بابت سخت کوشی میخوام بگم، چون این سخت کوشی که در چون من بیشتر از اون چیزی که علاقه داشته باشم به پدر تنبور یاد بدم این بود که در مورد بیزنس و کارشون برای من خاطرات رو تعریف میکرد. آره اونا خیلی اصلا ببین وقتی خاطرات سخت کوشیاشو تعریف میکرد، میدونی سخت کوشی آب تو هونگ کوبیدن نبود. آره. سخت کوشی هدفمند بود، خیلی هدفمند بود. دیدم خدایا دقیقا وقتی رفتارهای تو اون چیزی که درون مایه تو همون دونه، ما به پدرت میگفتیم دون از گادفادر. آره. میمد ببین یه هویی از چیزی که اومدی بیرون، از اون کار صنایع غذایی که اومدی بیرون. آره ببین من همون موقع همون روزی که اومدی بیرون، من همون روز رفتم یه جا مصاحبه، منم اوضاع کارم رو دادم رفتم اونجا مصاحبه. بعد اصلش خب همیشه همدیگه رو میدیدیم، برای تعریف کردم که آره با افتخار واسه خودم که آره اون کسی که با مصاحبه میکرد اونجوری، من چیز کردم که مصاحبه رو من گرفتم دستش، طرف ترسید اصلا فلان. خانوم فردا شطور معرفی کردم، رفتی اونجا شرکت آب و هوا بود اسمش. تو رو معرفی کردی، رفتم کار گرفتم. ببین قاپیدنت رو هوا، قاپیدنت. ولی من کار تو رو گرفتم یادم نه. آره دقیقا، یعنی کاری که من منتظرش بودم. ببین بعد از آب و هوا من دو سه تا کار فروش دیگه کردم. یکیش رفتم شرکتی که اینا راترای اینترنت میفروختن، مودمای اینترنت میفروختن. بعد واو. یاد گرفتم الان اینا رو قشنگ اتفاقا چند آپشن آدم بگش گفت بعد اینو بگیریم، گفتم نه تو بعد جز مساحت محیط جنس سازه های بین اتاقا رو هم حساب کنیم. بعد اینجوری به من نگاه میکنه گفت تو اینو گفتم دوست عزیز این جانب یه مدتی میرفتم اینا رو میفروختم و قشنگ یادم نقشه ها رو قشنگ برام کلاس آموزشی گذاشت. اتفاقا اون مهندس که اون کار میکرد الان منو فالو میکنه، نقشه ها رو اینا رو همه رو یاد گرفته بودم که چجوری مساحت رو حفظ محاسبه کنم، ببینم فرکانسی که این مودم ها به هم چیز میدن و وای فای کاور میکنن چیه، بعد تو طبقات تا چند طبقه بالا تو چند طبقه پایین. بعد رفتم تو مناقص مزایده های دولتی شرکت میکردم تو شهرستان ها، اینا هم جز من کسی رو پیدا نکردم اونجوری من رو بفرستن وسط شهرستان های خطرناک. راجبش بچا ویدیو میسازم که ببینی من چه کار خطرناکی کردم، زاهدان، کرمان،
جاهای تبریز اینا من رفتم تو میرفتم توی مزایده و مزایده رو میبردم، بعد میگفتن خب تو سب خانم آه. مهندس، شما مهندس چی؟ من مهندس صنایع غذایی. ربطی نداشت. خب ببین گمگشته بیش نبودم دیگه، اصلا نمیدونستم راهم چیه، فقط میدونستم من میخوام برم جلو، من نمیدونستم به کدوم سمت. چه حرفی زدی. حالا یه چیز جالب، من دوره برگردم به دون، به پدرت. بگو. آره یه چیزی که خیلی من همش میخواستم، هی احساس دلم میخواست، خیلی پدرت سعی میکرد که ما سم، یعنی من خیلی باش دست به اصلا صحبت نکنم، خیلی اصلا قرد داده ببخشید، اصلا قرد داده، ولی خب نمیشد دیگه، ابهتش اصلا به من اجازه نمیداد که شوخی بردم، اصلا شوخی بردم. من همش میخواستم بپرسم آی برگیر این فامیلی یعنی چی برگیر، این کجا اومده؟ بالاخره پرسیدی؟ نه رو نشد. خب بذار من بگم. دو... آره برای که ببین میتونم حدس بزنم که حالا اینو من بگو از کجا اومدی تا بگم چرا اینو میخواستم بپرسم. جد بزرگ ما، آره من فامیلی اولا که خیلی باعث شد که من تو مدرسه بولی میشدم. بولی میدونی چیه پسیان؟ بولی همینه که گیر میدن بچه ها مسخرت میکنن و دقیقا. از گروه میندازنت بیرون و اینا. بعد بچه ها هست BULLY بهش میگم بولی. بعد من اینجا هم از آموزش دست بر نمیداری. BULLY. آره. بعد خلاصه مثلا سوم دبیرستانم یه درس تو فیزیک داشتیم به نام دستگاه برقگیر، که اون دستگاه برقگیر بالای ساختمون خراشه و ساختمون های بزرگه که سائقه رد و برق رو میگیره، برقش رو میگیره میده یه راست از تو ستون ساختمون میده تو زمین که ساختمون منهدم نشه. ارت بله. حالا هر ذره حال که از ولی ما اون نبودیم، ما اون نبودیم. قضیه ما این بود که جد بزرگ من، یعنی بابا بزرگم تو تبریز اولین کسی بودن که از پیل الکتریکی برق بر شهر گرفته بودن. واو. آره پیل الکتریکی چیه بچه ها؟ اگر که به سن سال 50 سال من نمیخورید، این دستگاه های مثل باتریه، مثل باتری ماشین، منتها اینا فاز و نول داشت و آنود و کاتود داره، فاز و نول نداره. آره. و الکترولیت هم داره. خب ببینم اونو در حد صنعتی برای اولین بار توی شهر تبریز از اون پیلا، از اون باتریا برای شهر مثلا برق اولیه رو این تونسته بوده این کارو بکنه. حالا کجا این دانش آورده بوده و فامیلی خودشو گوشه برق گیر، یعنی من برق گرفتم از تو. میتونسته باشه برق ده ولی کرده برق گیر و ما نابود شدیم با این فامیلی. خب حالا ببین همین رو میخواستم بگم، جالب بود. خب مسلم میدونم، من نمیدونم، من که جای دیگه درس نخوندم متاسفانه در ایران. خب ما تو بچه‌ها فقط کافیه که همین بولی که گفتی، اگه به من نمیگفتی بولی من بالی میخوندمش. آره. بولی که میگی، چون منم یه جورایی خب خیلی اینطوری اذیت سر به سرم میذاشتم. بعد خب من نمیدونم جای دیگه دنیا هم پس لابد هستش که این. آره بابا همینجا تو مدرسه اینجا هست، دائم درس میذارن، کلاسای ضد بولی میذارن، برای بچه‌ها توضیح میدن که ما باید به هر نژاد و هر تفاوتی احترام بذاریم. اگه یه بچه مثلا لکنت زبان داره اجازه نداریم بولیش کنیم، و یه بچه یه مش مثلا رنگ پوستش تیره است یا یه کاری نمیتونه درست انجام بده یا قدش کوتاه بلنده، خب خیلی میکنن بچه‌ها که آگاهی ندارن، بچه‌ها آینه تمام نمای والدین ناآگاهشون. سوری جان آره این بولی صفته یا اینکه فعله؟ نه بولی فعله. ولی میگن یوار بولی، یوار بولی یعنی تو یه مسخره کنی. پسر من یه موقعی میاد میگه مثلا فلانی ز بولی، یعنی که مثلا کسیه که مثل حمله گره، مسخره کنه. پس هم فعل هم صفته، هم بکنم اسم میشه، صفت نمیشه، هم فعل هم اسم. حتی توقع داشتم بگی که من گوگل نیستم، ولی خب نگفتی. نه بابا من چاکر شما. یکی از اپیزودات بود من گوگل نیستم. نه من چاکر شما قضیت فرق میکنه. هر چیزی بگو. حالا یه چیز جالب، من خب اولین اپیزودات که میومد بیرون، خب و تو اپیزودا نه، اولین صفحات اینستاگرامت آدمایی بودن که خب با فامیلی چمی شوخی ها رو میشون. آره خیلی. آره. و خب من وقتی نگاه میکردم واقعا خب وظیفه‌ام داشتم که
محبت کرده بودی به من، اجازه دادی که موسیقی هم درست بکنم، اصلا واقعا انقدر داون میشدم که فکر کنم آره که سلمان با چه رویه ای مثلا باز ادامه میده به اینا. و حتی این کامنت هایی که این چیزای کاری واقعا لوس مسخره رو پاکم نمی کنه، میذاره بمونه. آره خب خیلی عجیب بود واسه من. ببین من جز کامنت هایی چجوری کنار می اومدی با اینا؟ ببین من جز کامنت هایی که یه مقداری تم جنسی داره که به نظر من دیگه حرمت یه سری چیزا میریزه و واقعا جایگاهش رو نداره، بقیه رو باهاشون صحبت میکنم. خب اگه قرار باشه همه رو با دیکتاتور درونمون له کنیم که دیگه همونی میشیم که نباید بشیم دیگه، ما باید یاد بگیریم که در صلح باشیم، ما باید صلح باشیم که یاد بگیریم با آرامش. بچه‌ها ببین راجب فامیلیم که آی به خانم برق گیر برقت ما رو نگیره یه موقع، این دیگه 120 بار اینو گفتم، بسیار لوسه. اون کسی که فکر میکنه دفعه اول من اینو شنیدم، خب واقعا شوت میزنه، من اینو دیگه به تعداد ماهای سرم تا حالا شنیدم. دا فامیلیم برق گیره، دیروز که فامیل رو به من ندادن. یعنی 400 لیسته، یعنی مثلا یه اینایی هستن که میگن یه جوک قدیمی میگن مال 25 میلیارد سال پیشه، من میگم بابا دیگه کامان دیگه، پوشکت جمع کن دیگه، مسخره بازی دیگه، اونم ناراحت نمیشم. نه آخه برای اینکه ببین جالبه که انگار که دایره انسانهایی که دور این اپیزودهای تو هستن یا دنبالت میکنن با اینکه آدمو دارن هی بیشتر و بیشتر میشن، ولی یعنی این آدمو رفتن همه اون کامنت های قبل خوندن و دیدن، چون دیگه در همون نطفه خفه شد این کارا. من فکر میکنم پستان یکی از علتهاش، برای اینکه خب خیلی وقتا من این کامنت رو میگیرم که تو چقدر روکی و چقدر بیادبی، و خب میگم اینجا خودشناسی دیگه، ما اینجا نیومدیم که مهد کودک که نداریم که، پیج توسعه مثلا نیومدی، بیوتی بلاگر که نیستم، آرایش که یاد نمیدم، تکلیف معلومه دیگه، من دارم راجع به رشد شخصیتی صحبت میکنم، شخصیت که آی گوگولی منگولی مرد گنده زن گنده بهت بر نخوره. خب اگه میخواد بهت بر بخوره نباید اینجا باشی، جایگاهت اینجا نیست، درسته؟ من فکر میکنم یواش یواش آدم ها فیلتر شدن، حالا هر چند وقت یه باری هی میان و میرن و یه سری آدم های جدید، ولی یاد میگیرم میگم بابا این مثلا نهایتش میگه زنه دیوونه است دیگه، روک و پوسکنده میزنه تو تیر تپر ما رو یکی میکنه. ولی خیلی من چون روی موضوع هستم، چون خود من جزو کسایی بودم که به خصوص به خاطر اسمم، چون مهدی قلیه عزیز دلم، من که دیگه خوراکم دیگه، مخصوصا یه موقع یه برنامه بود قلی و داستانهایش دیگه، تا دیگه ول نمیکردم. آره واسه همین. ولی جالبه که این موضوع حل شده. و یه چیز دیگه سونا، چرا یه بچه داری؟ That's a very good question. من تو 41 سالگی بچه دار شدم و آره دیگه، و دیگه نشد. من خودم بخواد دومی رو دلم میخواستا، ولی چون همسرم از ازدواج قبلیش یه پسر داره که با ما زندگی نمیکنه، اون گفت نه من دوتا بستم، که الان خیلی پشیمونه، میگه کاش همون سال بعد ما یک دیگه آورده بودیم، چه اشتباهی کردیم، این بچه تنها شد. ولی دیگه ببین وقتی تو، من تا 28 سالگی توی ازدواج دیگه بودم، تو از اونجا اومدم بیرون، تو خودم پیدا کردم، تا دو مهاجرت کردم، تا دوباره دنبال یک دیگه گشت، تا بالاخره آدم پیدا کردم. من یه دفعه دیگه هم نامزد کردم، نامزدی رو به هم زدم، عروسی رو به هم زدم، تا به اینجا برسم طول کشید دیگه. بهای دیر ازدواج کردن و دیر بچه دار شدن اینه که تو دیگه همه چیز خدا خورما رو اول که با هم نمیشه داشته باشی. اگه من... دوباره ببخشید حرفت رو قطع میکنم، اگر مثلا مهاجرت زودتر از اینا اتفاق میافتاد و زودتر اون... با همسرم آشنا شده بودم 100%، یعنی با یک کانادایی باز دوباره ازدواج میکردی 100%. مهدی جان دور از جون تو و هم معدود آدم حسابی های اطرافه، من دیگه سهممو. حالا اتفاقا وقتی من به مامانم اومدم گفتم که من با یه، من این دوست پسری دارم که مثلا ایرونی نیست و کانادایی، مامانم خیلی شاکه شد، گفت مگه مرد ایرونی شده؟ گفتم مادر چش نبود سوفار، پدرم و در رو بردن بیرون. آره یادت رفته مگه چی بود؟ آره عزیزم تو خیلی میدونی، تو خیلی از زندگی من میدونی. خب نفهمیدم، خب پس بگی برگردی به عقب باز هم با یه کانادایی ازدواج میکنی؟ با کانادایی که آره دیگه، با دانش حالام آره،
آخه بابا من میگم آخه حالا بماند کره زمین این بزرگیه، این همه انسان روش هست، این همه جا هست، من ما چوب و صخره ایم، یه جا بمونیم تا آخر عمر یه جا زندگی کنیم، حداقل خودمو میگم. دقیقا. بعد بچسبم به یه نژاد که چون همزبونیم زبون دلمون با یکی باشه، مادر. خب حالا پس اگر اینطور هستش، آیا هیچ کدوم از اپیزودهایی که اجرا کردی، قسمتهایی که اجرا کردی برگرفته از زندگی خودت بوده؟ یعنی مشکلی بوده که خودت آره؟ من خب گفتم خیلی وقتا، گفتم خیلی وقتا. یکیش اپیزود خود ویرانگری ایمپاستر سیندرومه که تجربه مستقل دانشگاه بود. آها. اون حس بد ناکافی بودن، خوب نبودن، عرض به حضور شما، اذیت شدن تو زندگی به واسطه اینه که همش خودم با بقیه قضاوت کردم و سری خودم رو جمع کردم دیگه، دیدم دارم دیوونه میشم. یعنی خود ویرانگری که مال تجربه تا دانشگاه بود. بعد هیچ اپیزود نوشخار زندگی من بود برای مدت طولانی وقتی تو ایران بودم و نمیدونستم دارم نوشخار میکنم. میشه خود بهم توضیح بدی؟ آره ببین، اگه یادت باشه تو اون آپارتمانی که داشتم، حالا محدوده رو بیخیال شیم نگیم، تو اون آپارتمانه، اون آپارتمانه چهار واحد چهار تا یونیت بودن، یونیت ما دو تا همونی که دون خیلی چیزای امنیتی رو توش رعایت هم کرده بود. آره بیشتر آره خب در مورد در برده بود تو دون خودش اومده بود اینجا ما رو گذاشته با یه سرایدار کولاخ. خب نگرانت بود دیگه خیلی همشه. خب چقدر همون سرایدار تاثیرپذیر بود بابا ماشینتو که میشه سرم از ناشکری نکن دیگه بابا ولم کن مردا که حالا بماند. خب من تا بودن بعد تون آپارتمان حالا با اون سرایدار بیخاصیت، این هم چیزای ما، همسایه های ما ماشینو، خب یه سری ماشیناشون که تو پارکینگ توی حیات پارک میکردن، اون که بخوره تو سرشون. یه کار خیلی بده دیگه که میکردن، میوردن ماشیناشون یا میذاشتن تو اون جا پارک من یا میذاشتن جلوی جا پارک من. ببین من همیشه یه آدم بودم که رو خط، رو قانون، سفت و محکم، مثلا آی کسی مرزا رعایت کنه، از اول اینجوری بودم. ببین بعد میمدم خسته و نفلت سر کار که باید سریع ماشینم داشتم میرفتم بالا لباس حفظ کنم، همیشه هم یه کاری بعدش داشتم، یه کلاسی داشتم، یه قراری داشتم که آرام نداشتم، یا مثلا شاگرد زبان داشتم قرار بود بیاد، من بعد میرفتم اینجا تدریس میکردم، میمدم مثلا نمتا ماشینم بزنم تو ماشین بین زمین ها، بعد زنگ میزدم، بعد یه دونه دوتا ماشینی که اینه نمید جا جام کنم، یه لشکر خیر خیر با دمپایی پیژامه. ببین واقعا بگی مثلا یکی تو خونش تو ونکوور خونه داشته، نه واقعا پول و حتی تحصیلات گاهی شعور نمیاره، سوشال اتیکت نمیاره، اتیکت اجتماعی نمیاره. و مثلا بعد از یه دفعه دو دفعه این شده بود نشخوار من. آقا از در محل کار سوار ماشین میشدم، شروع میکردم نشخوار کردم، فکر کردم به اینا که الان میخوای اینا کار بکنم، من بدن عصبانی شدم، میرسیدم اونجا دیگه میخواستم وسط به صد تیکه اینا رو تقسیم کنم، انقدر یعنی کاملا دیگه جوش اومده بود وقتی میرسید، یه جوش اومده. بعد نمیفهمیدم چرا این حالا، بعد بیشتر و انقدر عصبانی بودم که نمیتونم باشون حرف بزنم، فقط تو قیافه بودم. الان که فکر کنم اینا از من یه دختر خشمگینه کلافه همیشه ذهنشونه، که هیچ مکالمه کلامی با اینا نداشتم، فقط عصبانی بودم، گفتم بیا ماشینتون رو بردار. نه خیر خیر اصلا ارزش نداشت. شما دو تا جا پارک داشتین، ماشین مامان همیشه توی اون یکی جا پارک، یه اون یکی ماشینه بود دیگه، منم جا پارک هم بود، جا پارک منو میگرفتن دیگه، میمدن یه جلوش پارک کردن یه توش پارک میکرد. آها. با همین وقاحت که حالا میاد بر میداریم دیگه، حالا شاید امشب دیر اومد اصلا هیچی، شعور اجتماعی در حد مینیمم بود. اگه یه موقع دیدین بدونین خیلی از دستون هنوز عصبانی هم. خب این اونجا هم. آره این اونجا بود، این نوشخواه بود. یک یه دو تا اپیزود خودشیفته ها، من خب توی برهای زندگی با یه آدمای فول خودشیفته، قشنگ من قربانی خودشیفته ها بودم، من هیچ جا نگفتم الان دارم. و عرض به حضور شما که اصلا وقتی که شروع کردم راجبشون صحبت کردن انگار زندگی زیسته بود، البته تو پادکست هیچ وقت نگفتم اینو، ولی زندگی زیسته بود. من الان جیگرم کباب کسایی که با آدمای خودشیفته درگیرن. ببین خودشیفته میگیم اختلال شخصیتی خودشیفته، میگن نارسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، دیسوردره
اختلاله، ولی ما آدما چون این آدما نه قرص میخورن، نه میرن پیش روانشناس، نه دارو میگیرن، هیچ کاری هم نمیکنن، نداره قرص و دارو که نداره، بعد برن روانشناس، اصلا نمیپذیرن، نه خودشون فکر میکنن بعد روانشناس بیان اونا درس بگیرن. برای همینه که آدمایی که باشون در تماسن یه سری آدم قربانی داغونن از جمله خودم، و من با اون خیلی ارتباط زدم مهدی. وقتی اجرا میکردی وسط اپیزود دوم بود قطع کردن، قشنگ یه دل سیر زار زدم، گریه کردم، بلکه دیدم تمام اینا رو چک مارک میخوره، یعنی من تون با اون آدمایی که بودم اینا همه اینا رو چک مارک زدم و من قشنگ یه قربانی نابود اینا بودم و صادقانه چون اومده بودم از اون روابط بیرون تونستم راجبش به حرف بزنم، اصلا من نمیتونستم اینقدر حالا. پس یعنی میخوای بگی یک بخشی از اپیزودهایی که اجرا کردی در واقع چیزی بودی که خودت تجربه کرده بودی؟ تجربه زیسته خودم بوده یا زیسته آدمای خیلی نزدیک و کلاینتام بوده؟ یعنی قشنگ یه درک کاملا واضحی ازشون داشتم. آیا چیزی بوده که مربوط به زندگی حال کنونیتم باشه؟ آره همشو گفتم دیگه، مثلا اون کسی که زنگ زده بود چی بود اسمش؟ ببخشید منظورم به تو عذر میخوام صحبت قطع میکنم، به طور مشخص در رابطه با همسر کاناداییت، یعنی معذری باشه که ناشی آره از توی موانع اجتماعی تو موانع ارتباطی گفتم بله اینی که یاد گرفتم که مدلی که ما دو تا با مثلا تعارف، یکی از بزرگترین مکافات های بین من و این بود. البته من خب زود گذاشتم کنار چون متوجه شدم، به من گفت اصلا مشکل تو چی، اگه میگی من اینو نمیخوام چرا وقتی نمیرم برات بیارم این قیافه رو چی میگیری، اصلا منظورت چی؟ و من متوجه شدم که مشکل من، مشکل این نیست که من عزت نفسم پایینه، احترام اصلا لغت احترام داره کجا میاد، چرا من باید هی منتظر باشم بقیه به من احترام بذارن وقتی من خودم بر خودم احترام قائل نیستم. من خیلی واقعا ببین چقدر ازت ممنونم برای استفاده مکرر از لغت مانع ارتباطی و مانع اجتماعی، برای اینکه تقریبا من هر جا میخوام جست یه آدم فهمیده رو بگیرم برای آدم ها تا ایسی میشه میگم این چیزی شما میگین یک مانع ارتباطی. استفاده کن شما. حقیقتا قبل از این جای دیگه نشنیده بودم، جدی میگم آره. جای دیگه من نشنیده بودم حتی. آره مثل قهر که آدم ها مثلا خیلی با چیز، من قهر نمی کنم، هیچ وقت قهرو نبودم، هیچگاه من خیلی صلح طلب بودم که اونم از عزت نفس پایینم بود، رو خودم کار کردم. ولی الان مثلا یکی مثلا میره تو قهر، خیلی استریت فوروارد میگم ببین انتخاب خودت، این مدل رابطه انتخاب من نیست و انتخاب منم نیست که وایستم تا حالت خوب شه، من دیگه ناپدید خواهم شد. برای اینکه این نشون میده که تو باید بری رو خودت کار کنی، فکر نکن که الان من میام منت تو میکشم، اصلا دیگه خیلی وقت مثلا چه آدمای دور و بر من نیستن. حالا یه چیز جالب بهت بگم، چند وقت پیشا همین هفته پیش که داشتم ویدیو سنمو درست کرده بودم، بعدم گفتم که به همسرم گفتم که این دفعه اولی که من دارم راجع به سنم صحبت میکنم، بلکه من همیشه گفتم که سنو اجازه نداری سن کسی رو بپرسی، سن، حقوق، نمیدونم یه سری چیزای شخصی، کاملا حریم شخصی آدم هست. بعد برگشت گفتش که واه شما که نمیپرسین. گفتم ما ایرونی ها استاد پرسیدن چیزایی، چرا بی خود میگه؟ تا حالا کسی از دوستاتو هم نپرسید؟ گفتم به خاطر که من دوستامو تعلیم و تربیت کردم، ایژوکیت کردم، دوستای من حواسشون هست، من با اون آدمای اونجوری که بخوان بیان وارد مرزهای ما بشن، من هیچ وقت اونا رو وارد حریم خونم رو نکردم که بیان از تو سوالی بپرسن که تو بگی وا. ببین واقعا فیلتر نکردم که بگم او این نفهمه که ما ایرونیای همچین مثلا یه همچین خواص شخصیتی ناراحت خصلت هایی رو هم داریم. آره ولی مطلب اینجا بوده که خودم انتخابم نبوده اینا تو حریم خونم. من معتقدم خونه ما مثل یه معبد، مثل یه تمپل، هر کسی نباید بیاد توش، همچون که من خونه هر کسی نمیرم، به خصوص بعد از بچه دار شدن. این چیزایی که تو پادکست میدم خودم خیلی رعایت میکنم. چرا؟ چون اگه یکی که میاد تو خونه ما مثلا بشه خاله رو ببین، دایی رو ببین، عمو رو ببین، بعد اون عمو خاله دایی کاری بکنه که من تایید نمیکنم، بچه من چی میگه؟ بعد آموزی که داره اون وقت تکلیف بچه چی میشه با اون بعد آموزی؟ آره برافو. سوماس تا کی میخوای اپیزود رو بیرون بدی؟
ببین این سوالو نفر قبلی هم پرسید. من گفتم آه ببخشید من گوش نکردم. نه خیلی خوبه که داری میگی. ببین من اینو گفتم مثلا برای اولین بار بود ولی برای من جالب بود که چی برام اومد. من گفتم لام تا کلام مثل بچه دوم من. رایت؟ مثل اینکه من کی قراره که به پسرم برسم تا آخر عمرم. من کی تا کی قراره برای پسرم باشم انرژی بذارم. مثلا من مگه ددلا مگه ان تایم داره مگه پایان داره؟ بچه‌م دیگه. فرهاد من طالبش فکر نکردم تا کی. خب سب کن. اگر که بچته بچه بالاخره بزرگ میشه. آره ولی من مادرشم. همیشه مادرشم. باشه مادرش باشه. ولی همونطوری که یه موقعی من از پدرم پول تو جیبی میگرفتم شاید یه موقعی هم من به خانواده کمک میکردم. برعکس باید بشه. ولی به نظر من این عشق مادریه. این پول تو جیبی نیست. تو فکر این هستی که یه روز بخشی از زندگی تو یا به گونه ای حالا نمیدونم خودت رو بنویسی و کتابی تنید. آره ولی نه به این زودی باید صبر کنم. آره خیلی عرض مونده هرچند به نظر من دیگه الان گفتنی ها رو داری به اندازه کافی واسه که یه کتاب بنویسی. او خیلی من اصلا اینقدر چیزا رو نگفتم. ببین مهدی چند وقت پیشا رفتم تو کست باکس دیدم یه نفر یه خانومی نوشته که رفتی آره یه خانومی نوشته بود که او پس تو هم کارخونه کار کردی هم بانک دیگه چی کارا کردی؟ تو دلم گفتم آره. خبر نداری من خیلی کارا کردم. هم من از سنم حد اکثر استفاده رو تایم امروز انجام دادم. تو نمیدونی من کجاها چی کارا کردم چه جور انسانایی رو دیدم با کیا رفت و شد کردم کجای دنیا رفتم دیدم. یعنی اصلا گهگداری فکر کنم نه من چجوری این همه ریسک کردم. ریسکم هم خیلی بالا بوده. همون ببین بیشتر اینی که اعتماد به نفس شاید من نمیدونم پیش تو نباید آدم این حرف رو بزنه چون شاید بین یه تفاوتی هست بین اعتماد به نفس و ریسک. نمیدونم آیا اینطوری هست. نه ریسک بوده. من احساس میکنم اعتماد به نفست بالا بوده. ببین الان با اعتماد به نفسه خب ولی مثلا 10 ساله که مسلماً اعتماد به نفس و زیرش هم عزت نفسه و اینکه روش خیلی آگاهانه کار کردم. ولی قبل از اون صادقانه بهت بگم یه مقدار زیادیش کله خرابی بوده. سلمات جانم عزیزم این چه حرفیه؟ شما من گفتم بهت رفتم شرکت پمپ فروشی مصاحبه تو فقط تو کارخونه شنیده بودی که این تو پمپ هم هست پیپت و بشر و ارلن و اینا. یعنی چی یادم نبود؟ تو اونجا بیشتر از یک سال کار کردی. کار منو گرفتی؟ نه کار آب و هوا رو یادم. دو تا دوست خوبم اونجا دارم که هنوز باشون در تماسم. خب نه نه جوری رفتی اونجا مصاحبه رو گذروندی که همون روز تو مسیر برگشت خونه به زنگ زده بودن خانم کجا داری میری؟ میبشی سر کاره. ولی یادم نبود این کار تو بود. خب تو چرا گذاشتی آره حالا... من برم اونجا مصاحبه باشی؟ خب برای اینکه تو لایق تر بودی. ببین بچه ها دوستی های منو میبینی. یعنی من چقدر واقعا بلستم با تو. نه بذار به تو بگم اگه بری توی اپیزودهایی که توی الان چیز دارم یوتیوب دارم راجع به دیت کردن یه چند تا از اپیزودهای دیتینگ هم پسرا اومدن زیر آقایون اومدن زیرش نوشتن تو شانسی زنده ای چه کله خراب آی خدا از ایران با یه مرد لبنانی من آشنا شدم آنلاین رفتم دبی دیدمش وات د فانگوچ این کارا چی بود من کردم اصلا میدونی میخوام بهت بگم نه من تایید نمی کنم همه کارهایی که کردم اصلا تایید الان با دیده امروزم میگم خب کله خراب بودم جسارت زیاد داشتم برای اینکه جوانبشو درست نگاه نمی کردم الانم معتقد نیستم چون سنم رفته بالا دارم جوانبشو نگاه می کنم الان به نسبت سنم بازم خیلی کارهایی می کنم که آدمای همسن من میگن بابا من دیوونه ای تو ولی باز می کنم ولی جوانبشو می سنجم. اگر پسرت بخواد با توجه که پسرم هست بخواد همین کارهای تو رو مشابهش رو حالا یه جورای انجام بده آیا بهش پر پرواز میدی؟ 100% صادقانه بهم بگو. من اصلا معتقدم که من نمیتونم به پسرم بگم منو نگاه کن از تجربه های من استفاده کن. اصلا این جمله یکی از بزرگترین اشتباهات والدین ما بوده. ما تجربه زیسته والدینمون رو نمیتونیم نگاه کنیم بعد کاری بکنیم که اونا نکردن یا کردن. این اشتباهه.
این اشتباهه، اینجوری نمیشه. ما باید بذاریم برن هر جایی لازم دارن که بهشون کمک کنیم، بریم دستشون رو بگیریم. خیلی هم به نظر میاد که روشن فکریه، ولی واقعیته، باید واقعیت. من الان باید ببین مهدی، بذار من اینو بهت بگم که هر مادر و پدری صدای منو میشنوه، اون چیزی که ما بیشتر میتونیم تو وجود بچه هامون بذاریم، نهادینه کنیم، یه ارتباط قویه با بچه هامون قبل از که تینیجر شن، که وقتی تینیجر رو به بالا شدن هر کاری خواستن بکنن ما اونجا باشیم، که وقتی وسط معضل و بلا و مثلا مشکل ما بریم دستشون رو بگیریم کمکش کنیم، نه که بگیم چرا رفتی این کار کردی، مگه بعد ما به تو نگفتم نکن. نه، اون اشتباهه. به ما یه اکیپ مسیر چی؟ طی مسیرم ما اجازه نه، اگه از همون نخواه ما نباید، ما باید بزنیم برن کار بر راه خودشون رو برن، مگه اینکه ما بخوان. ببین وقتی من از تو، از تو داری یه کاری میکنی، من از من نمیپرسی نظرت چی، من نظر میدم، تو مثل یه وزوز پشه میشنوی اون نظر. اگر بپرسی ببین سوال ما تو چی فکر میکنی، اون موقع است که تو آماده ای بشنوی. در چه صورتی تو به من میگی تو چی فکر میکنی؟ در صورتی که 5-6 دفعه قبل من به تو سیخ نزده باشم، مهدی نکن، پسیان نکن، پسیان اشتباه داری میکنی، پسیان کی توی قراره یاد بگیری، بابا بس مرد، میدونی؟ در صورتی که من رابطه ما با تو درست نهادینه کرده باشم، اون وقتی که تو وقتی لازم داری میای به من گوش میدی. ما وقتی که یه اکیپ بچهای دانشگاه بودیم، یکی از دخترها، یک ما همه یواشکی قایمکی میرفتیم خونه پسرای دانشگاه یا همونجا تو کوچه زنگ تفریح و در میرفتیم، چه کارای عجیب و غریب، کاری هم نمی‌کردیم، دور همی میشستیم چرت و پرت میگفتیم، جوک میگفتیم، فکر می‌کردیم خلاف کردیم. خب نهایتش همین بوده دیگه. آره اصلا ترکونده بودیم اون موقع. یکیمون که الانم اینجا باش معاشرت کردم اینجاست، اون همیشه زنگ میزد خونه میگفت مامان ما خونه فلان پسریم، اینم شمارش. آره. چقدر جاله. یعنی مادرش به گونه رفتار کرده بود که واهمه. مامانه میگفت هر جا دوست دارید برید برید، من به شما اعتماد دارم، فقط بگید کی کجایید که اگه گیر کردین کمیته اومد من اولین آدم باشم، بدونم کجا باشم بتونم. آره وقتی دوچار مشکل شدی شما 24 ساعت تو کمیته نمونی، من بپرم بیام. و اون واقعا خود وکیلی از هممون رستگارتر شد. یعنی هیچ کدوم از اشتباه های ما رو اون نکرد، هیچ کدوم. برای اینکه ببین انرژی ماها هممون، همه اون بچه های اون نسل 90% میرفت برای اینکه برخلاف محدودیت هایی که والدین اون محیط بیرون گذاشتن یه کارایی رو بکنیم که نباید بکنیم. ما اینجوری بودیم. دوست دارم که این صحبتامونو اینطوری تموم کنم که یک پند واقعا دلچسب ازت بشنوم. میشه همینو دوباره تکرار بکنیم؟ شما بی خود نوعی... برای پر تموم کرد صحبت ما نظر نده اول از همه عرض. خب میشه آره، میخوام اینو به عنوان یه شیوه پند آموز ازت بشنوم، یه پندی که آدم تو گوشش همیشه بمونه. ببین من اینو میگم، من اینو یاد گرفتم گروینگ اپ، بزرگ شدنم توی ایران یه چیز بزرگ به من یاد داد که با ایجاد محدودیت امکان نداره بتونی کسی رو کنترل کنی، امکان نداره. الان برگرد نگاه کن دیگه، تو هر جامعه ای، هر جای دنیا اگر محدودیتی وجود داره، آدم ها فیلتر شکن ها برای چی هستن؟ برای رد شدن از اون محدودیت ها. همه جای دنیا همینه. اینجا وقتی که ماری جوانا وید، نمیدونم بهش چی میگید شما اونجا، علف، وقتی ممنوع بود تینیجر ها اصلا باید میدیدی چی کار میکردن، یه باشکی میرفتن این اونجوری میکردن، دیلر ها میمدن میفروختن. از وقتی آزاد شده اصلا همه چی عوض شده، مصرف هم زیاده ها، ولی اون جانگولک بازی ها دیگه وجود نداره. محدودیت بدون اینکه تو به طرف بگی چرا این خوب نیست، فقط میگی نه، میدونی؟ اصلا دشمن الان دیگه اصلا تموم شده اونا. و من اینو یاد گرفتم که من مثلا به پسرم میگم که ازم شیرینی نخور، از دستش هم میگیرم، ولی قبلش توضیح میدم چرا این برای رشد مغزت خوب نیست، این برای این، ولی به جاش چی میتونی بخوری؟ میتونی خرما بخوری، میتونی عسل بخوری، میتونی توت بخوری، میتونی انجیر خوش بخوری، میدونی چی بهت میگم؟
یعنی اصلا دیگه اون روزا تموم شد که حرف من بزرگترم تو گوش کن تموم شد، اصلا فراموش کن، اون فقط دشمن تراشی میکنه. غیر از اینه خب آخه چطور یک نفر رو میتونیم به اون بلوغ برسونیم که با اینی که از اول فکر نکنیم دورت جون تو بچه خره نمیفهمه، بچه هست نمیفهمه، با اینکه از اول مثل یک انسان باهاش رفتار کنیم، مثل آدم بزرگ براش همه چیز رو توضیح بدیم و بهش فضا و مکان بدیم که اونم ریفلکت کنه و منعکس کنه تو ذهنش، ببینه من چی دارم بهش میگم، آروم آروم یاد بگیره. میدونی؟ با اون میتونیم. ببین مثلا من یه مدتی هی مثلا پسرم سر یه سری چیزایی وا میداد، نصف کار ول میکرد، مثلا مینوشت حوصله‌اش سر میرفت، با قلم کاغذم هیچ ارتباط خوشی نداشت، ول میکرد، میگه من نمیخوام بنویسم، اصلا من نمیخوام یاد بگیرم بنویسم، اصلا شما چی میگی؟ ما گفتیم با پدرت خوب مادرت خوب، یعنی چی نمیخوام بنویسم؟ بعد من حتی به اینجوری نشستم فکر کردم که خب حالا آخرش این اصلا ننویسه، تایپ میکنه دیگه، تو دنیای ای آی نوشتن میخواد چیکار کنه؟ سلماز گیر نده به این بچه. ولی بازم با خودم فکر کنیم، بعد من فکر کردم که این پشتش چیه، این پشتش گیواب کردن و ول کردن بعد از چند تا تلاش کوچیکه. خب من باید برم ریشه اینو پیدا کنم تو این بچه، این چرا کلافه میشه بعد از اینکه چند تا کار کوچیک انجام میده ول میکنه. بعد دیدم که پس من باید خودم رو نشون بدم دارم چیکار میکنم، بدون اینکه بگم منو نگاه کن ببین، نه، فقط خودم الگو باشم. تو انگلیسی میگن do what I do not what I say. ببخشید اینجوریه ضرب و مثل اینه، do what I say not what I do، یعنی اون کاری که من میگم بکن نه اون کاری که من میکنم. سوال یه بار دیگه بگو. ببین ضرب و مثل اینه، یه ضرب و مثل یه کنایه است که do what I say not what I do، یعنی اون کاری که من میگم بکن نه اون کاری که من انجام میدم. یعنی چی؟ بعد چیزشم اینه، من تو ایران یه کتابای ضرب و مثل بود، تو اون اسلنگا یاد گرفتم. بعد یه دونه مادر بود که داشت سیگار میکشید، میگفت نه سیگار بده تو نکش، خودش دستش سیگار بود. اوکی. بعد به همسرم میگم، میگم اگه میخوای یه کاری رو نکنه فقط نگو، تو عمل نشون بده، نه با یه بار، نه دو بار، نه سه بار، 20 بار، 30 بار تو بعد بکنی، بعد بگه ای بای دی وی مثلا بابای من کتاب میگیره دستش، پس کتاب خوب چیزیه که بگیری دستت. و بعد من چیکار کردم؟ من یه مدتی جلسات، من پرسونال ترینر دارم، آنلاین بهم درس میده، جلو با فیس تایم با هم به ورزش میده. بعد یکی دو دفعه من ساعت ها رو یه جوری تنظیم کردم که این بچه ببینه من دارم ورزش میکنم. خب اولیش هم تصادفی شد، یه روز مریض بود، اومد دید من عرق میزنم تو سر خودم، میافتم پایین، پا میشم دوباره وزنه رو میزنم و اشک و آه و ناله و فریاد و فقام ول نمیکنم. یه جوری شد که وسطش اومد گفت مامی چرا ول نمیکنی؟ گفتم نه ما گیواب نمیکنیم، ما وا نمیدیم، بعد تلاش کنیم. بعد یه بار دید، دو بار دید، سه بار دید، بعد یواش یواش براش جا افتاد که گیواب نکردن یعنی رنج کشیدن، درد کشیدن ولی ادامه دادن. به این میگن گیواب نکردن. ولی در راستا نه برای هر چیزی، برای یه چیزی که مثلا بهش گفتم من برام سلامتی مهمه، من دلم میخواد وقتی تو خیلی بزرگتر شدی و ازدواج کردی و خواستی بچه داشتی، من سالم دور و بر بچهای تو باشم، پس برای اینه که بعد خوب غذا بخورم، مواظب ورزشام باشم، بدنمو بهش برسم. آیا یه بار میگیم بچه میفهمه؟ نه، اون دنبال کار خودشه، ولی من هی بشنشون. بعد دیدم چند وقت پیش داشت به دوستش میگفت، کی میگفت؟ میگفت آره مامی من ورزش میکنه و گیواب نمیکنه، خیلی هم درد داره ولی گیواب نمیکنه. ببین این میخوام بگم چند ماه طول کشید، از اول زمستون تا الان من همینجوری دائم بهش نشون دادم که ول نمیکنی. بعد یه کار دیگه کردم، این کارتون پتومتو یادته؟ اونو بسرشون میذاشتم، میگفتم ببین مامی وقتی یه خرابکاری میکنن نمیگن وای میستن، با دوباره یه راه دیگه پیدا دست و پا چلفتی تا آره یه را آخرش بالاخره اون شومینه رو درست میکنن، تو اتاق همه جا سوزوندن، یه سوسیس مونده، همه مرغار هم سوزوندن، یه سوسیس مونده کباب میکنن. بعد بهش میگم بیا پتومت چیم، بیا به اشتباهاتمون بخندیم ولی راهکار پیدا کنیم. ببین اینا چیه مهدی؟ اینا همش یه سری چیزه، یه سری قصه است، خاطره است که من تو ذهن بچه هم دارم زم. آیا همیشه میتونم این کار بکنم؟ معلومه که نه. آیا یه جای خرابکاری نمیکنم؟ 100%. ولی مثلا اینکه برایندش براش چیز خوبی باشه.
درسته، برایندش تو ذهنش خاطره خونه مامان بزرگ من حتما باشه براش، اون چیزایی که بر من بوده برای اینم بمون که آقا مامان من یه موجود فانی بود که موزیک میذاش با هم میرقصیم. ببین مثلا ما یه ریتوال، یه عادتی داریم وقتی هوا خوبه، نه وقتی هوا بده، از تو راه که من همیشه تو ماشین موزیک میذارم، همیشه موزیک هست، یه چیزایی هست به قول حالا اون میگه کامراد و هومن بذار، ابی و کامراد و هومن بذار، نه اینا رو گوش بده. بعد وقتی میرسیم در خونه یه ریچوال داریم، مهم نیست شب باشه یا روز، باید در ماشین رو وا بذاریم با اون آهنگ آخری، یه دفعه بیرون تو درایو برقصیم. آره اینا چیه؟ اینا اول که من هیچ خاطراتی که براش ساخته میشه، اینا ارتباطش با مادرش، اون چیزای امیدم به اینه که با این ارتباط وقتی وارد دوران تینیجری شد و دوستاش براش بولد میشن، ارتباطش با من به 10% میرسه، والدین دوستاش براش خیلی رول مادر تر میشن، الگو میشن تا من. امیدم اینه که اونجا این فاندیشن، این زیربنا کمک کنه که وقتی دچار مشکل میشه اولین آدم که میاد پیشش من باشه. چقدر قشنگ. آره سلماز برقگیر، بهر ما من سوال دارم کجا برقگیر وایستا دوست 25 من 6% بیشتر شارژ گوشی متاسفانه خب الان نداری چی؟ شارژر نداری بزنی؟ چی خیلی فاصله داره با یکی از اپیزودهای پادکست که برات خیلی جذاب بوده بگو. همیشه اینو گفتم، هیچ وقتم هیچ همه اپیزودها رو دوست دارم، برای اینکه هیچ وقت شما نمیتونید مطلب مورد علاقه در یه اپیزود پیدا بکنید. حالا ولی آره، ولی من همیشه اپیزود خونه تکونی رو با هیچ رو عوض نمیکنم. به خاطر موزیک اولش. نه عزیزم ببین، یه دکلمه‌ای میکنی، یه قطعه موسیقی، آره یه دکلمه‌ای، مال من نیست، اون یه موسیقی، ولی من روش صحبت کرد. دومی سوالم اینه که دفعه اولی که بهت گفتم مهدی پسر من پادکست شروع کرد، یادت کی بود که بهت گفتم من یه چیز درست کنم، پادکست برو گوش کن، موزیک میخوام؟ آره سال 2.5 پیشه بابا جان. 1399. آره یک سال بعد از کرونا، تو اوج کرونا بود. آره یادم. و بهت گفتم برو گوش کن موزیکشو بزن برام. و آره شاید اون موقع به قول خود ریلیز کرده بودی 2 تا 3 تا یا 4 تا از قسمت ها رو اجرا کرده بودی. آره دمت گرم که ماما پا بودی، یا مرسی که هستی. واقعا برای اولین بار من به طور خیلی جدی نشستم و پادکستاییه که خارج از اون دستا فکر نمیکردم بشینم این چیزا رو گوش بکنم. ببین حالا پادکست موسیقی رو گوش میکردم ولی اینو گوش نمیکردم. دلم میخواد یه روزی برسه که ببینم کتابتو نوشتی. میبینی شک نکن، یه ذره میگذره، حالا کار داریم بهت میگم. سلمان یه موقعی این کارو بکن که من چشم خوندنشو داشته باشم. ای فوش مدار. خب حالا این چون چشم خوندنشم نداشتی من برات میخونم، اب نداره. خخ نسخه صوتی هم شاید داشته باشه. آره هوش مصنوعی هست برای تا موقع دیگه. میبینی هوش مصنوعی تبدیل میشه بدون مثلا کلفتی نوکری چیزی تو خونه. من امیدی ندارم بخونه. که تو به این زودی چشم بینایی تو از دست بدی. میبوسم دیگه میلیارد. ممنونم، مرسی که اومدی، مرسی، من دوستت دارم واقعا. بچه‌ها آدمای ارزشمند زندگی. ساکت شو، حرف نزن. آخه میخوام ازت تعریف کنم چون پوستت خیلی خوب شده. چی کار میکنی لامصب؟ من اینقدر کک و مک و این چیزا در آوردم که نداره. مخصوصا تو ورزش غذای سالم به جان خودم. وای ماشاءالله باشه سالمس. نه البته فکر کنم این دفعه کرم پودرم تو چیزی نزدم، نمیدونم چه ششات قشنگ میده و تعارف کنم. نه عزیزم چون من روی قضیه حساس شدم. یه روژه گونم سلنا گومز داده، ریر بیوتی، از وقتی اونو میذارم صورتم خیلی گونه هام گولی گول گولی تر میشه. ببین تازه تبدیل شده به یه دختر ترک، دختر ترک. آره که لب پاشون یه خود گلیه. مهدی دوستت دارم. یک قربونت برم. ممنونم از فرصتی که دادی. قدر و ارزش دوستای خیلی قدیمیتون رو خیلی بیشتر از حتی اونی که فکر میکنین خانواده خونیتونه بدونین، برای اینکه اینا رو شما انتخاب کردید، بهتون داده نشده و تونستید نگه دارین دوستیارو.
دم منو مهدی گرم. مرسی دوست 25 ساله. خدا خدافظ. خیلی خوش گذشت. خدافظ.